درود بر لیان عزیز و تمام صحبتهایی که کردید. تمام صحبتهایی که کردید درسته و اون بدبختی هایی است که رژیم جمهوری اسلامی به سر ایران آورده، حالا بر شما و من و ما است که ما از طریق دانش، تکنولوژی، برنامه و پروژه کارهایی رو درست بکنیم که این اشکال ها رو برطرف بکنه. برای مثال نفهمیدم چند میلیون فرمودید یا چند صد هزار نفر زن فاحشه در تهران جای دیگه هستن. چرا نباید اولی که از اولین قانونایی که روزای اول میشه این باشه بودجه مخصوصی داشته باشه که تمام زنان فاحشه‌ای که دلشون میخواد که مایل هستن از اون حرفه برن کنار، که اکثرا لابد به خاطر مسائل مالی هست، توسط این بودجه و این ساختار و این سازمان براشون برنامه‌های ریخته بشه، شهرشون عوض بشه، اگر در تهران هم برن یه شهر دیگه که دلشون میخواد برنامه‌های آموزشی بهشون ترنینگ بدن، یاد بگیرن کار، حالا خیاطی، آشپزی، دکتر، تایپ کردن، هر چیزی که بلد هستن، با حقوق و اینها وارد زندگی معمولی اجتماعی بشن در یک شهر دیگه، جایی که شناخت هم دانششو دارن، هم ترنینگشو تمرین کردن و همین که اشخاص نمیشناسن. برای اون کسانی که بی سواد هستن، احیانا شاید کسانی از این آیت الله هایی که به هر صورت مخالف ولایت فقیه بوده و مسلمان در آینده هم خواهد بود، از طریق زبون خودشون بی سوادی، چون فقط قرآن رو میفهمن، اینا بگن آقا اینا اصلا کافر بودن، اینا تو لباس کافری اینا دینی اومده بودن و مسائل دیگر. پس با من و شما و ماها هست که فکر پروژه باشیم در یک جایی به نام نهاد مردمی که فقط بر اثر لیاقت و شفافیت هست. شماها که در داخل کشور هستید، شماها که لمس میکنید اشکارها، شماها بیایید بگویید و وظیفه ما باشه که فقط به حرف شما گوش بدیم، در چارچوب یک هدف و پنج اصل صدای شما باشیم، قانونهایی رو پیشنهاد بکنیم، رأی گیری بشه، شما خوب و بد رو بشناسید، دروغگو و غیر دروغگو و صادق رو بشناسید و در اسرع وقت، در دو سه ماه بتونیم یک پیشنویس کوچک قانون اساسی که بتونه کشور رو از این ور به اون ور بکنه، قوانینی که باید سریع عوض بشه، گروه اجرایی که بتونه همونجوری گفتی دولت انتقالی رو تشکیل بده، از که تشکیل شده باشه از تمام اقشار مختلف مملکت بر اساس یک مخرج مشترک، ما میتونیم این کارو بکنیم. یک سری فقط اشخاص با اراده میخواد، بارها خدمتتون عرض کردم در یک جامعه فقط 10% هستن از جامعه که پیشرو هستن، دلاور هستن و هیچ ربطی هم لزوما به دکترا داشتن و پی اچ دی و دکتر بودن غیره نبوده. همونجوری که میدیم در ایرانش هم دکتر هستن موافق جمهوری اسلامی و اشخاص بی سوادی که فهم شعورشون از 100 تا دکتر اسلامی هم بالاتر هست. ولی شماها باید کمک بکنید، همه با هم به دنیا نشون بدیم ما ایرانی‌ها چه میتونیم بکنیم، چه میتونیم بنویسیم، کشور خودمون میتونیم اراده بکنیم و زور رو بذاریم پشت این آخوندا که برن. وقت من تموم شده، بعد از وقت باهاتون خواهم بود، ولی یادتون نره ما پیروزیم چون حق با ماست، با هیچ کس هم شوخی نداریم. شب و روزتون بخیر. پاینده ایران تا چند دقیقه دیگه با شما خواهم بود. خدا نگهدار. میگم خدمت همه ایرانی ها و شکر میکنم از برنامه خوبشون. این تحلیلی که آقای و الو متاسفانه مثل این قطع شد. یاسین عزیز الان دیگه رو ایر نیستیم ولی برنامه هر داره ضبط میشه، اتاق برنامه داره ضبط میشه، تکرار این برنامه که از یک کانال دیگه یوتیوبره تمام صحبت‌های شما رو از در تمام آمریکا و از طریق اینترنت تمام اروپا باز میشنون. هنوز این برنامه داره ضبط میشه با وجودی که به طور زنده الان دیگه رو تلویزیون نیست. آیدی یاسین بفهمین عزیزم. صحبتاتون صحبت کردید در مورد که رهبر یا ولایت فقیه باید بره کنار، این دولت باید بره کنار و دولت جدید با قول معروف بیاد و شما بیاد تو ایران یا دوستان عزیزی که با قول معروف خارج کشور هستن یا سرانداز
سردمداران این کشور هستن و متاسفانه حالا بنا به دلایلی نمیتونن بیان روی تو این دولت کارشون انجام بدن. شما فکر بهتره که این دولت قانونی بره کنار، درسته؟ ولی به نظر شما فکر نمی‌کنید اگر این دولت کلاً بخواد عوض بشه فوق مشکلات پیش میاد؟ نه مشکل پیش میاد، فوق مشکلات پیش میاد که به قول معروف ممکنه برای حتی همون کسایی که میخوان وارد این دولت جدید بشن، میخوان دولت جدید تشکیل بدن، ممکنه دردسرهای درست بشه، مشکلاتی یعنی خانه‌ها براشون پیش بیاد. و یه راه حلی به نظرتون نمیاد که کنار دولت قبلی دولت جدید تشکیل بشه، یه دولت مختلف تشکیل بشه، یه دولت تشکیل بشه که هر کس که میخواد با نظام قبل و نظام جدید بتونه کارش انجام بده؟ بچه ما اگه میخواییم کلن به فرض مثلا میگید قانون اساسی مشکل داره، نمیگم من طرفدار این دولت هستم یا اون دولت، نه، من رأی اون موسوی بوده، به همه هم گفتم رأی من موسوی بوده، چون اعتقاد داشتم هر کس به اندازه خودش خسته میشه از یه نظام، از یه دولت خسته میشه. من طرفدار هر کسی بودم که بودم، کاری به اون اصلا ندارم. من میخوام اینا بگم شما به نظر شما میخواین قانونتون عوض کنین، قانون نظام رو عوض کنین. قانون متاسفانه قانون اساسی کشور رو برگرفته از قانون اساسی کشور فرانسه است. خیلی از چیزاشون از فرانسه گرفتن، خیلی چیزاشون از اسپانیا گرفتن. ممکنه هر کسی یه نظری از یه کشوری گرفته باشه آورده باشه تو ایران. پس ایران کلا خودش 70% نظام اساسی کشور از کشورهای خارج از ایران گرفته شده. یعنی 30% کل نظام کشور خودش تشکیل داد. پس شما که میگید میخوام من قانون اساسی رو عوض کنیم، اگر امکانش هست مثلا بگید، مثال بزنید، فقط مثال بزنید چه چیزایی شما میخواید عوض کنید، شما چه موقعی رو میخواید عوض کنید، چه برنامه‌ای میخواید. شما که میگید من میام ایران یه همچین کاری میکنم، شما به من جوون که میخواید وعده همچین کاری بدید باید آمادگی داشته باشم که بالفعل شما تشریف آوردید ایران باید چه کارا انجام بدید چه کارا انجام ندید، درسته؟ پس باید آمادگی از پیش تعیین شده داشته باشه. این از این. بعد شما میگید که یکی دیگه هم هست که میگید نیروی نظامی رو ضعیف کنید. به نظر شما قوت هر دولت، قوت هر کشوری روی نیروی نظامیش نیست. کاری ندارم به نیروی پاسداراش و یا نیروی ارتشش، کلا دارم میگم من هر کسی که بالفرض مثال شما میگید نیروی نظامی رو ما کم کنیم، نمیشیم یه وقت مثل افغانستان، یه وقت نمیشیم مثل پاکستان، نمیشیم مثل دولت‌های خیلی دولت بعد داشتیم ما که نیروی نظامیشون ممکن بوده ضعیف بوده و سرکوب شدن. خب شما نظام پاسدار رو با نظام ارتش مقایسه نکنید هیچ وقت. شما ارتش از خود مردم باشن، کاری به پاسدارش من ندارم، ولی خیلی از ارتشی ها هستن از خود همین چشم الان میکنم خیلی از ارتشی هست از خود همین مردم، از همین جنس هستن. مایی کری، مرسی.